یلدایتان شیرین. راستی بریم با هم چای بنوشیم؟ شاید از معروفترین جملات در فرهنگ افغانستان باشه. در این مفهوم دوستی، آشتی، مدارا و محبت بازتاب داره. ما چایخانه نقل و نبات را به همین مفهوم بنا گذاشتیم. وای، مکنه خود معرفی کردم و نه هم به بیننده ها سلام گفتم، مثل که لایف شدیم. خب ایت یک میز چایی که پیش رو آدم باشه، سلام کردنم یاد آدم میره. دو قدم مانده به پاییز که یغما برود، این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود. هر که معشوق برانگیخت گوارایش باد، دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود. گله ها را بگذار، ناله ها را بس کن، فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود. تا به جنبیم تمام است تمام. سلام به همه عزیزانی که همکنون بیننده ما هستید. شب یلدا، آخرین روز پاییز و اولین شب زمستان بر شما مبارک باد. برنامه ما شامل تجلیل شب یلدا، تجلیل از دومین سال روز چایخانه نقل و نبات، حضور مهمانان ویژه و فرهیخته از 6 کشور اروپایی و آسیایی، موسیقی لایف، دکلمه شعر، طنز، فکاهی، نمایش کوتاه و خنددار، توزیع جوایز و پیام‌های اهل فرهنگ و ادب است. اما حتما حوصله کنیم. کم کم به گفته انگلیسا سورپرایز و به گفته آلمانا اوبراشون خواهیم داشت.
دوستای عزیز، قبل از لایف امروز یک پیام خانوادگی ثبت شد که به اجازه شما میخوام آقای جمی نشر کنند. خانواده عزیزم، مخصوصا مادر جانم، همسرم و دخترک یک دانیم یلدا جان، سلام بر شما و شب چله شما رنگین. امیدوارم پیام ما و فرزندم ایلیاس سبب خورسندی تان شود. میبوسمتان. ناس پرور میر گس درلو درین من سر من فدای خاکی کنه بایم ناس پرور میر گس درلو درین من سر من فدای خاکی کنه بایم ناس پرور میر گس یلدایتان شیرین. شما را منتظر نمیگذارم، همه یک جا میریم به خانه دکتر منصور سلطان، هنرمند محبوب، کیبورد نواز موفق فرهاد دریا، عضو فعال انجمن فرهنگی افغانها که ادیب است، طبیب است و عزیز. منصور جان عزیز، سلام. یلدا شبه پیوند دل و خاطر است، دیدار من و برف لبه پنجر است. یلدا شبه هندوانه و فال و غزل، کار دلم بی تو ولی اکثر است، بی تو ولی اکثر است، بی تو ولی. بیا که تا در بلندترین فرصت شبانه از هزا رنگی پاییز و یک رنگی زمستان برسیم. دوستان عزیز، زمستانتان سفید و سلامت و یلدایتان مبارک. در ضمن سالگرد چایخانه نقل و نبات را به خانم سیریخی، اعضای انجمن فرهنگی و تمام هموطنان خود تبریک و تهنیت میگم. امید از شرایط کرونایی بخیر بگذره تا هم شب یلدا را و هم سالگرد چایخانه نقل و نبات را سال آینده با هم تجلیل نماییم. السلام علیکم. منصور جان عزیز، تشکر از خودت، تشکر از حضور گرمت و تشکر از آهنگ زیبای یلدایت. من هم آرزو میکنم که تو را سال بعدی در برنامه چایخانه نقل و نبات با خود داشته باشم. آقای جمی، آماده هستین؟ خب بله دوستان، بازم خوش آمدید. با خود اکنون مهمان عزیزی داریم که بیشتر از شما با چهره آقای فارانی که یکی از شعرهای محبوب و معروف افغانستان هستند آشنایی دارین و از استاد بزرگوار میشنویم. سلام استاد، خوش آمدین به ویژه برنامه شب یلدای ما، که شب یلدای ما با حضور گرم شما رنگین و رنگین تر شد. تشکر میکنم از خانم نظیفه صدیقی گرامی، از شما که لطف کردین مرا با دعوت کردین، از آقای حبیب جامی که یک ژورنالیست بسیار معروف افغانستان هستند که دهی به نام امر باش شرکت دارن، از اینام تشکر میکنم. تشکر از این که مرا دهی به نام دعوت کردین، لطف کردین در مورد من. خواهش میکنم، من بسیار خوشحال هستم که با شما دهی به نام شرکت میکنم. ما هم خیلی خوشحال هستیم و حتما که بیننده هم از حضور شما بسیار خوشحال هستند که در این شرایطی که همه ما و شما با ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکنیم، شما حاضر شدین، خطر به جان خریدین و با ما پیوستین.
خواهش میکنم در زندگی تمامش پر از خطرات است. خوزن ما و شما از سرزمین میایم که در اونجا هر لحظه خطر است و 40 سال است یا بیشتر از 40 سال است که با خطرها مواجه هستیم. خب بهرحال تشکر از لطف شما است. خواهش میکنم از این که مرا در یک فضایی که در خانه هم به اصطلاح گرفتار هستن دعوت کردین و اینجا آمدم و یک تبدیل هوایی شد. تشکر میکنم از شما. من از حضور شما تشکر میکنم. یکم استاد در مورد شب یلدا برای ما و برای بینندهایتان معلومات بدین. تشکر میکنم از اینکه مثلا مرا این وظیفه را بر ما دادین، اما من فکر میکنم که یلدا به هر حال یک مفهوم جا افتاده در افغانستان و در منطقه ماست. شاید بر هم روشن باشه که یلدا خودش یک کلمه سوریانی است، یعنی فارسی نیست بلکه از زبان سوریانی آمده و این معلوم میشه که در تمام منطقه شرقی میانه و اینا به نحو هزارها ملت‌های مختلف و زبان‌های مختلف و اقوام مختلف در این شریک هستن. و مثلا ما شما میفهمیم که در هر سال ماه حمل و اول میزان شب روز مساوی میباشه که در اول حمل ما شما به عنوان نوروز بشناسیم و اول میزان هم به نام جشن مهرگان معروف است که گرفته میشد. و در کنار زی همونطور که روز سیوم جوزا بلندترین یا درازترین روز سال است، سیوم قوس درازترین شب سال است که خزان تمام میشه و فردای زمستان شروع میشه. دیگه در رابطه با یلدا خود محمد دقیق نمیفهم که آیا یلدا را آدم تبریک بگویه یا پایان شب یلدا را تبریک بگویه. برای اینکه طولانی ترین شب سال است و اگر این بخواه آدم به اصطلاح به نحو از آن سمبولیک بسازه، خب بخواه بگویه که چون که در افغانستان شب یلدای 40 ساله ما داریم، امیدوار هستیم که شب یلدا به پایان برسه و به صبح و سحر برسه. خب استاد عزیز، تشکر از شما و از معلومات شما. ما امشب برای شما و برای بیننده ها یک تحفه داریم. بسیار عالی. و این تحفه ما تحفه معنوی است. شما را وصل میکنیم با دوست بسیار عزیز شما کاوه جان شفق، شاعر خوب ما که شما با اونا آشنایی داریم اما بیننده ها شاید آشنایی نداشته باشند. اگر موافق باشیم میریم و پیام این شاعر محبوب خود میبینیم. آقای جامی ما را وصل کنین به منزل کاوه جان شفق. سلام کاوه جان عزیز، شب شما بخیر، یلدایتان مبارک. درود احترام به شما بانو صدیقی ارجمند و درود احترام به همه همکاران شما که در این شرایط سخت کرونایی بازم در فکر تجلیل همچه شبا استین و همین زمینه را مساعد می سازین که از همدگه بشنویم و حداقل همدگه را تصویری ببینیم. کار خیلی با ارزش است و سلام می رسانم به همه بیننده های شما که ما را از این طریق می بینن. سخن به درازا نکشه، ما همونطور که ما شما وعده کرده بودیم یک و نیم شعر یا دو شعر خدمت شما تقدیم میکنم، فقط به خاطر از این که یلدا یک گوشه از فرهنگ ماست و یک پیوند با می فرهنگ ما داده باشم. هر دو شعر را که ما انتخاب کردیم هر دوش با زبان عامیانه و لهجه کابلی ما است. امیدوار هستم که متانسته باشم یک اندازه از اوده از این اشعار برآمده باشم و امیدوارستم که طرف توجه شما و بیننده هایتان قرار بگیرم. با اجازه من می دو شعره می خوانم. تمام زندگی سر تا سرش پنج روز میمانی است، همو هم یک کم هفته و باقی سرد و بارانی است. در چی گپای بیمانا و هیچ و پوچ می پیچیم، مگر بادار گل بسیاریش از روی نادانیست. چطور آسان غرور فاخر ما مشکنه از هیچ، نفهمیدم غرور است یا که وضوع مسلمانیست.
به هر کس هم به خود بی‌اعتمادیم و نمی‌فهمیم که آدم خود ده خود از دست خود زنجیر و زندانی است. نگو مردم خبیسن، واسک و ارسی فکرتا. کمی بیرون برای از خود، ده دنیا فراوانی است. به خون یک دگه تشنه، مگر مغرور فرهنگیم. بله، فرهنگ زهر مار همی فرهنگ انسانی است. چی ارزش داره یک جرت و فرت و غالمغال ما؟ با والله آدمی نسوار و اونو قبر تفدانی است. جوان استی اگر روز سیاست میکنی هوش کو که هم از راست هم از چپ گپشان بندتون بانیست. اگر عاشق شدی تبریک، چی درد نازنینه است. اگه او هم تو را خوش کرد دو شش آوردی سلطانی است. فقط یک گپ در گوشت باشه، باقی زندگی تکو خودت باید بخندی. زندگی پر از پریشانی است. ای بود غزل و یک دو بیتی هم خدمتتان تقدیم میکنم. در ملک ما چرا افتو نمیشه؟ یخی چشم و دل ما او نمیشه؟ در فکر سرسبیل ما وطن دار، چرا ماشین جنگ پرچو نمیشه؟ از شما تشکر میکنم که بر ما وقت دادین تا خدمت شما حاضر شوم. شب شما خوش، پروگرام خوش داشته باشین. سپاس و تشکر میکنم از کاوه جان عزیز، شاعر محبوب کشور ما و دیپلماتور همچنین محبوب و عزیز کشور ما، که برای خودم یک افتخار هستند، برای انجمن ما یک افتخار هستند، همیشه سهم فعالانه در برنامه های ما دارن، که باز هم آرزو میکنم با ما باشن و همیشه این کمک معنوی را از ما دریغ نکنن. دوست در صفحه فیسبوک امیال نوشته که پار سال می گفتی موبایلا همه خاموش و بشینین از برنامه لذت ببرین، و حال همه چیز برعکس شد و امشب میگی که موبایلا همه روشن، بشینین و برنامه رو ببینین. چی میگین استاد؟ آره، تغییر بسیار بزرگ آمد واقعا. اما راستی یک چیز هم هست که اگر تکنولوژی نمی بود که می خالیگاه رو پر کرد، بسیار سخت تیر می شد دیگر، بخاطر از اینکه این مسئله پاندمی کرونا بسیار جهانی است. پس از این که دوستا یادی از پارسال و از محفلای شب یلدای پر جمع و جوش کردن، ما هم شما رو منتظر نمیگذارم و همیر قم از طریق اینترنت هم برای شما پروگرامای زیبایی داریم، و اگر استاد اجازه بدن میریم به خانه یک آوازخوان خوب ما، فاروق جان وایدی، که هفته هاست با ساز و آواز دست و پنجه نرم میکنه که امشب بهترین آهنگر برای ما هدیه کنه. موافق هستین استاد؟ بسیار عالی میشه واقعا، برنامه رنگین تر میسازن. بله آقای جامی، ما را وصل کنین به فاروق جان وایدی. به به، باد آمد و بوی انبر آمد. فاروق جان عزیز، سلام برای شما و سلام برای یارای قدیمی شما. چی جمع و جوش امشب، چی خبره و چی تحفه دارین برای ما؟ سلام سلام خانم صدیقی عزیز، شب زیبای شما بخیر. آرزومندم هر جایی که هستین خوب و سلامت و آرام باشین، و ای که شب یلدا هست، شب یلدای شما مبارک باشه، و همچنان یک تبریکی خاص به خاطر دومین سالگرد چایخانه نقل و نبات برای شما و همچنان برای تمام اعضای انجمن شما تبریک میگم. آرزو دارم که همیشه موفق باشین. قسمی که شما گفتین، بله ما اتفاقا امشب دو تا تحفه دارین در این برنامه برای شما و همچنان برای دوستایی که برنامه بیننده هستن. یکی به ارتباط شب یلدا، یکم به ارتباط سالگرد چایخانه نقل و نبات. همچنان یار عزیز ما در کنار ما هستن. سلامت باشین. سلام خدمت خانم صدیقی عزیز، انشالله که جور و سعادتمند باشیم. اول شب یلدا بر شما و تمامی دوستان تبریک میگم. دوم یک دومی سالگرد چایخانه نقل و نبات بر شما و برای تمام اعضای انجمن شما تبریک میگم. انشالله که
هر جا که هستین صحت و سلامت باشین و دور از مریضی. آمین. و همچنان آرزو دارم که انشالله بخیر بتونیم و سال بعدی زیر یک سقف سالگرد و سومین سالگرد چایخانه نقل و نبات و شب یلدار بتونیم یک جا با هم تجلیل کنیم. جا داره که ما از شبکه جهانی میلاد تیوی از دوست بسیار عزیزم حبیب جان جامی تشکری خاص کنم بخاطر زحمت این برنامه. عزیزای دل، برنامه با دوستای خود شریک بسازین تا شب یلدای خیلی خوبی با هم داشته باشین. آهنگار خدمت شما تقدیم میکنه. درسته؟ درست. همون قابل برایم
فاروق جان عزیز ایت یک توفه برای ما دادین که باور کنین زبان عاجزه از این زحمت شما، از زحمت دوستای عزیز شما، به خصوص فریدون جان نام ای دو یار دیگه شما را که با شما پیوستن. من نمی فهمم یلدا برای همه دوستا و رفیقای شما مبارک، برای خانه و خانواده شما یلدا مبارک. خیلی تشکر میکنم از آهنگ زیبای شما، واقعا زحمت کشیدین و نمیفهمم چی بگم. فاروق جان عزیز دوستا از یارای قدیم چایخانه نقل و نبات هستند و بار بار چایخانه ما را با هنر موسیقی خود رنگین ساختند که صمیمانه من از این هنرمند عزیز خود سپاسگزار هستم. خب استاد عزیز، خدا کنه که شما هم لذت برده باشین و بیننده ها هم لذت برده باشن. واقعا زیبا بود و آهنگ هم زیبا بود و حضورشان هم زیبا بود و حضور دوستایشان هم زیبا بود. واقعا باید دوستا و عزیزای انجمن فرهنگی افغانها یلدا، برای همه شما عزیزا مبارک. شما میفهمین که ما و شما در قرنطینه و کرونا هستیم. اگر حضور شما را مدری برنامه با خود ندارم، امیدوارم که به بزرگواری مرا عفو کنین و مرا ببخشین. آقای جمی هستین؟ همه چیز اوکی هست؟ تشکر از شما آقای جمی. خب استاد، یک خاطره از شبای یلدای قدیم و از پله صندلی بگین که آیا خوار بیادرها دور هم میشیشتین، چی میکردین و کرسی و طرف خانه میرفت؟ ما کرسی میگیم و شما صندلی یا ای که سر جای خود میخکوب بود. والا دیگه کسانی که خاطرات از صندلی که در کابل میگفتن یا در این سمت و شما کرسی میگفتین دارن خاطرات زیاد، برای هر کس شاید خاطره خاص خودش باشه. به هر حال در شبای یلدا و اینا باز دیگه فرق میکرد به استطاعت خانواده ها. بعضی ها یلدا را بسیار ساده تجلیل میکردن، بعضی ها فقط یاداوری میکردن و بعضی ها البته با نقل و نبات همی رقمی که نام چایخانه شماست. دیگه خاطره چی را اگه آدم یاد بکنه شاید جالب نباشه، ولی برای خود آدم میتونه جالب باشه. ولی من مطمئن هستم که هر بیننده که حالا ای برنامه را میبینه خودشان خاطرات از صندلی و کرسی دارن. بله، من هم یک خاطره دارم. وقتی که ما خورد بودیم، اما بهترین پله صندلی را یا به قول شما پته صندلی را مادر و پدر برای خود می گرفتن و ما بیچارا بم پله‌ای که هیچ رخت خواه نداشت یا دیوار نداشتن امو بر ما می رسید. یلدایتان شیری. پیام داریم از مرضیه جان دل از کشور فرانسه. مرضیه جان دل نطاق خوب ایتادی هنرمندان هستند و هنرمندی که تازه شروع کردند و بسیار زیبا شروع کردند و بسیار زیبا میخوانند و بسیار خوش سلیقه و عموتو شیک و کاکه هستند. میریم و پیام مرضیه جان میبینیم. با درود و مهر، اینجا برای دل است و صدای من را از عمق قلبم می شنوید. این یک پیامک نیست، بلکه یک احساس است که می گید. بلندی یلدا یک دقیقه هست، ولی عشق من بر شما به انتها. یلدا مبارک. و همچنان سپاسگزار بانوی فریخته نزیف جان صدیقی و بنمایندگی از این کلبه فرهنگی، موفقیت برادر گرامی مانده احمد تمیر جان از شهر ننگرهار مبنی بر سوال سنبل تبریک عرض می‌داریم و موفقیت های بیشتر ایشان را همیش خواهانیم. یلدا مبارک.
سپاس و تشکر مرضیه جان عزیز از شما و از این زحمتی که امشب شما کشیدین. مرضیه جان خبر داشتن که ما امشب برای از اونها وصل میشیم و چقدر زیبا میز خدا آراستن. سپاسگزارم از شما مرضیه جان عزیز. استاد عزیز، اگر نوبتی هم باشه دیگه، نوبت دکلمه شماست که همتو دل ما توپ توپ میکنه و حتما که دوستا هم منتظر دکلمه شما هستند. والا با این لطف که شما کردین توقع دوستا زیادتر شد، ولی امیدوار هستم که ما بتوانیم توقع رو برآورده بسازم. تشکر از شما استاد. خواهش میکنم یک شعر، یک غزل است، همگوه با اجازه شما دکلمه میکنم. سوختی در سوختن، از سوختن پروا مکن. بال و پر بربند و در آتش بمان، پر وا مکن. کوه باش و راز خود در سینت پنهان بدار، چون دهان دره فاش آوازه دریا مکن. در سرود دردهای مرده ناخن می کشند، با نفسها زندگی بخشا، با آن آوا مکن. ساعت بی عقرب دل نیش تک تک می زند، ساعت بی عقرب دل نیش تک تک می زند، زخمهای لحظه ها را پاک از فردا مکن. ای تو گم از خیشتن، در جستجوی خیش باش. ای تو گم از خیشتن، در جستجوی خیش باش. گر شدی پیدا، گذر از خیش و خود پیدا مکن. این شب سنگین اگر خواهی به پایانش بری، در دل یلدا گذر کن، خانه در یلدا مکن. به به استاد، واقعا سپاسگزار هستم. یک دنیا سپاس از شما و حتما امیرقم که من لذت بردم، بیننده ها هم لذت برده باشن و آقای جامی هم لذت بردن. استاد چای شما سرد نشه. زنده باشید. خب استاد، بیایم که شما را وصل کنم با رفیق شوخ شما و خود آقای جامی. جامی صاحب، ما را وصل کنیم به دکتر صاحب صفی الله توکل. دکتر صاحب محترم، سلام بر شما، شب یلدایتان مبارک و مثل همیشه بازم از شما یک تحفه میخوایم از امو فکایی های مزدار بگین دیگه. خانم صدیقی عزیز، تشکر از این برنامه شما و تشکر از این که شما مرا سهم دادین که در این برنامه شما حصه بگیرم. شب یلدای شما هم مبارک باشه. طوری که من به یاد دارم و در خاطرات من هنوز هم زنده است، در این شب یلدا ما در پله صندلی نشسته بودیم و بزرگا با ما قصه ها، داستان ها و فکری های میگفتن و تا نیمه های شب با هم میخندیدیم. از این که برای من سهم دادین، من خواستم در این قسمت برای هموطنهای عزیز خود یک فکایی تقدیم کنم. امیدوارم که بتانم اونا رو شاد و خندان داشته باشم. یک شبی یک موشک در کلبه خود بود، در بین یک جنگل دفتن صدای موسیقی بلند شد. موشک کنجکاو شد و از خانگک خود آمد بیرون، چهار طرف خود نگاه کرد و هرچی پیش می رفت صدای موسیقی زیادتر می شد و همین صدا را تعقیب کرد تا به یک خانگک چوبی که در بین جنگل بود رسید. در اونجا دید در داخل خانه رقص و موسیقی است و او کوشش کرد از یک سوراخک چوب داخل خانه شد. دید که شیرها همه با هم جمع شدن و پایکوبی و رقص دارند. ای هم خوشش آمد و شروع به پایکوبی و رقص با اینا کرد.
پادشاه شیرا که در بالا نشسته بود با اشاره دست باعث شد که موزیک آرام و خاموش بشه و با انگشت خود به طرف موشک اشاره داد و برش گفت بیا اینجی. وقتی موشک نزدیک شد پادشاه شیرا برش گفت تو میفهمی که امشب در اینجا چی گپ است؟ موشک اعترام کرد و گفت بله قبل عالم قربان شوم، عروسی شیرهاست، خوشی و پایکوبیست، من هم سهم گرفتم. گفت که تو چرا اینجی آمدی سهم گرفتی؟ گفت قبل عالم قربان شوم، من هم قبل از این که عروسی نکرده بودم شیر بودم. اجازه بدین که این دفعه من از دکتر صاحب توکل تشکر کنم، هرچند که حضور فیزیکیشان اینجا نیست اما حضور معنویشان واقعا برای ما یک افتخار کلان است. دکتر صاحب بسیار انسان ناظرین بزرگوار محترم هستند. شما شوخ گفتین، منظور از شوخ هموز سرشار از زندگی و سرزندگی هستند. بسیار تشکر دکتر صاحب گرامی که دی و نام شرکت کردید. تشکر از شما استاد. از قبل من برای دکتر صاحب گفته بودم که شما در این برنامه ما شما را وصل میکنیم و شما برای ما فکاهی هدیه کنیم تا که بیننده های ما لذت ببرن. دوستای عزیز اگر موافق باشیم با هم میریم ای بار به سراغ دو شاهزاده پسر ما که یکیش 13 ساله و دگیش 11 ساله است. میریم و میبینیم که این جوانا چقدر رشد کردن در هنر موسیقی و پدر از اینا یک انسان بسیار فرهیخته و همون رقم که نامش محبوبی است خودش محبوب افغان هاست و یک خانواده کاملا آراسته شده با لباس فرهنگی و هنرپرور و این برادر عزیز ما اولادای خود با هنر موسیقی بسیار زیبا پرورش داده و میبینیم که این عزیزای ما برای ما چی تحفه دارن. سلام آقای محبوبی عزیز برای شما و سیر جان سلام برای خودت، ساغر جان عزیز سلام برای خودت، یلدایتان مبارک. چی تحفه دارین برای عمه؟ خواهر عزیزه، شب یلدا را بر شما مبارک میگم. سلام خواهر عزیزه، شب یلدا را بر شما تبریک میگم و ما و سیاد جان یک آهنگ جور کردیم. این توفی ما و سیاد جان است بر شما و خدا کنه جور باشه، سهار باشه. سلام نزیفه جان صدیقی، سالگرد چایخانه یا نخل و نبات را به شما و به انجمن فرنگی شما و بر تمام مردم شریف افغانستان از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگم. زمستانتان سفید و سلامت باشه و یلدایتان مبارک باشه. سلام آمان عزیزان، خدا کنه شما جور باشین. ما و سیاد جان و استادم یک آهنگ جور کردیم و او را بر شما میخواییم تحفه بدیم و شب یلدا شما مبارک باشه. Thank you.
آقای محبوبی عزیز، نمیفهمم که چگونه از شما تشکر کنم. واقعا برای ما اوبراشون بود. نمیفهمیدم که چوچه ها آهنگ نو برای ما میخوانن. ما به نمایندگی از انجمن فرهنگی افغان ها و از هموطنایی که این برنامه رو دیدن و لذت بردن از آهنگ نو شاهزاده های شما، صمیمانه از شما، اسیر جان و ساغر جان تشکر میکنم. یک دنیا سپاس. استاد عزیز، آهنگ رو دیدیم و حتما که شما هم لذت بردین. گپ بزنیم استاد که در گذشته هم چنین میزای تزئین میشد یا ای که به شکل ساده تر یلدا را تجلیل میکردن؟ من پیشترم تو یک اشاره کردم، گفتم این بعد تقریبا به استطاعت خانواده ارتباط داشت. مثلا اگر اونایی که توانایی و نوز اقتصادی خوبتر داشتن طبیعتا به نحوه دیگه نه تحلیل میکردن، اونایی که نداشتن به نحوه ساده تر و اینا دیگه. این تفاوت به او رقم بود. یعنی من تا جایی که من در کابل دیدیم قدر زیاد با این امکانات که فعلا وجود داره نمیشد. یعنی آقای جمی من رمی عبدالله جان عرب دیوانه کرد، از امود همه پیام میده که امو پیام مر بگذارین و مر وصل کنین. لطفا عبدالله جان وصل کنین. سلام نظیفه جان عزیز، شب یلدای شما مبارک. دست از سر ما بردارید. واقعا من از شبکه های اجتماعی رسانه ها میترسم. سلام پدر جان. پدر جان خواهد اینم که چهار دانه گرب سرتان حمله میکنه تکی تکی تا میکنه. خراب نشی بچه جان همراهی خوی. خبر داری که کی میاید؟ ماماید میاید ماماید. هی هی عبدالله جان، شانار چرپ کن دیگه، امشب مادر اولادا به تو کار داره. استاد عزیز، عبدالله جان عضو انجمن فرهنگی ماست، شاید دیده باشینش. آه بله بله، چرا آشنا هست هم رشان. آه امشب حتما لد میخوره. والا امیدوار هستم که نخوره دیگه. ما فقط برشان دعا میکنیم که چی وقتا بود استاد در گذشته ها امی که دوستا داخل خانه میشدن پرسان میکردن که آلبوم عکست کجاست که خاطره ها را ببینیم، اما حال زندگی آنقدر ساده و آسان شده که تا خاطره ها را میگی میبینی که تو را به تلویزیون وصل میکنن و همه خاطره ها را از طریق فلش یا میموری کارت برای آدم نشان میدن و گاهی وقتا هم او میموری کارت ها پاک میشه و همه چیز به باد میره. امو وقتا بهتر بود که امو خاطرات با آلبوم عکس میماندیم و سالیان سال او را ورق می زدیم و از او لذت می بردیم. چی تو استاد؟ والا خوب است. بعضی چیزهایی است که برای ما و خصوص نسل ما یک نوستالژی، یک گذشته خوب بوده، لطف داشته، اینا داشته. خب برای نسل جدید شاید تو قدر خاطره نداشته باشه. اینترنت بسیار چیزهایی را آورد که در جهان به هم نزدیک کرد، اما یک کار خرابی شد که باز خانواده را افرادش از هم دیگه دور کرد. در یک خانواده ببینیم که چندین نفر موبایلشان دستشان تنها و او مصروف می باشند. خب چون یادی از وطن کردیم استاد، میریم با هم به کابل جان، به خانه یک هنرمند نوکار ما که در این دو سال آخر بسیار هنر موسیقیش گل کرده و بسیار زیبا میخوانه. بسیار عالی میشه. آقای جامی ما را وصل کنین به تمیم جان هجران. حجب آب و هوایی داره کابل، حجب خواجه صفایی داره کابل، بگردم عاشقان و عارفانش، عجب هنرمندایی داره کابل. تمیم جان هجران سلام بر شما، شب یلدای شما مبارک،
شما تنها آوازخوان نیستیم، ما هم یگان وقت برای شما میخوانیم. چی تو فدارین برای ما؟ شب یلدای ما پر جم و جوش است، اما دوستان ببین شاد و خروش است، وطن داران شما هم شاد باشید، شب یلدا فقط سال یک روز است. سلام خانم صدیقی عزیز، شب یلدا شما و همه وطنان عزیز ما که در هر گوشه و کنار دنیا مهاجر هستند مبارک. یک سلام خاص خدمت مهمان ویژه‌تان، همچنان سال روز چایخانه نقل و نبات بر شما و همکارانتان مبارک. تحفه من احساس خوشحالی من است که میخواهم با شما و هموطنان عزیز خود شریک بسازم. سپاس و تشکر میکنم از شما که از آدرس انجمنتان برایم تقدیرنامه و یک دانه هارمونیا تحفه دادید و سبب تشویق بنده شده اید. امید و آرزو میکنم که وطن ما حرام شود و هموطنان مهاجر ما بتوانند زیر چتر وطن یک جا شوند و من به وسیله هنر موسیقی سبب خرسندی تمام وطنان عزیز خود شوم. و سلام. سپاس و تشکر میکنم از شما، از حضور گرم شما و از ای که برای ما یک انتره موسیقی نو یلدایی را خواندیم. تشکر از شما. یادم میای استاد وقتایی که ما خورد بودیم روی صندلی مار، همیشه مادرم شو چله با حنا رو اندوانه، یگان وقت بود و یگان وقت نبود، تخمه و آجیل هرچی که بود در همون زمان پر میچید، اما دیگه شوای زمستان او رقم یک صندلی مفشن ما نداشتیم و منتظر بودیم که چی وقت شب چله میشه. چرا همی چیزا مخصوص برای شب چله تخصیص داده شد؟ خب بازم با توجه به استطاعت خانواده کوش میکردن که از میوه های فصل، که اون زمان انار مثلا میوه بود که در امی خزان به اصطلاح در بازار میامد، من بازار میگم به خاطر ازی که ما چون در کابل بودیم و متاسفانه با باغای هیچ رابطه نداشتیم، فقط بازار میشناختیم، او میامد به او خاطر از او استفاده میکردن، ولی در کابل باز بیشتر جلغوزان مطرح بود دیگه، چیزی که بسیار زیاد مطرح بود که در زمستان شروعش و خزان به اصطلاح در صندلی ها جلغوزه یک چیز بسیار عطمی بود دیگه، کم یا زیاد ولی با چای جلغوزه خورده میشد. اما افسوس که تاجرای ما در حق ما بیچاره ها ظلم میکردن و برای ما ایراتی ها کمتر جلغوزه میرسید، هرچی جلغوزه بود به بیرون از افغانستان صادر میشد. حال در کابل هم کم پیدا میشه، ولی مسابقه کابل خوب بود که در زمستان جلغوزه داشت. از او جایی که استاد یلدا شب شعر و غزل است، ما همین شب با خود یک عده از شعرهای خوب و کشور با خود داریم که پیامهایی به ما روان کردن. میریم و با هم پیامی از خانم صالحه واهب که شما با اونها آشنایی دارین و یک عده از دوستا هم با بانو صالحه واهب واصل آشنایی دارن، میریم به کشور شاهی آلند و پیام صالحه جان عزیز که مهمان پارسال چایخانه نقل و نبات بودن، پیام از اونا رو میبینیم. کسی در خلوت تنهایی من آمده بود، با نگاهی که به من کرد دلم را بره بود، آتش عشق به جانم زد و از خیشم برد، خواب خورشید به چشم شب یلدا زده بود. دوستان عزیز سلام و احترامات میرسانم. صالحه واهب واصل هستم از هلند. تشکر میکنم از خانم صدیقی عزیز که امروز از ما دعوت کردند که پیام داشته باشم به شما عزیزان. بله، امشب شب یلداست، شب غزل، شب عشق، شب محبت، شب با همی، شب دوستی ها و شب فال. بگذاریم روشنای دوستی ها و محبت ها صد راه تاریکی های فاصله ها و دوری ها باشد. شب یلدا مبارک. به به صالحه جان عزیز، یک دنیا سپاس از پیام زیبای شما. واقعا که من لذت بردم
خوشحال هستم که باز هم ما اینترنت داریم و از فاصله های دور شما عزیزا را دور هم جمع کردیم و همین فضای صمیمانه را شما باور کنین که من همین حال فکر میکنم که شما پارسال در چایخانه نقل و نبات بودین و همین همشو من شما را با خود دارم و این دوستایی که میبینم چقدر سفر پشتیبانی میکنن و پیامای زیبا و مقبول از اونا میال روی صفحه تبلت میبینم واقعا برای من لذت بخشه. تشکر میکنم از شما و تشکر میکنم از شما استاد عزیز که تا این لحظه با ما هستین و ما رو تحمل میکنین. نه شما که ما رو تحمل میکنین بزاد. تشکر میکنم ولی منتها خوب شد که با شاعری محبوب ما غزل سرای بسیار عالی ما خانم واهب واصل صالح جان واهب واصل این از رای دور در ارتباط شدیم. بر ما جای افتخار است که اونها را به حضور معنویشان مواجه شدیم و امیدوار هستم که سلام مرا قبول بکنن. تشکر از شما استاد. دیگه تنها مردا شاعر نیستن، ما خانمان بین خود شعرهای خوب داریم. استاد میخوام بفهمم که تبریک دادنش روزای خاص مثل شب یلدا یا سال نو چی گناه است که برای ما میگن که چرا شما شب یلدا را تجلیل میکنین یا شب یلدا را تبریکی میدین یا سال نو تبریکی میدین و این در دین اسلام منح شده؟ آیا همچو چیزی وجود داره؟ والا من خب راستاسیش ملا نیستم و زیادم در این مسائل نمیفهم، ولی من همقدر میگم که کسانی که میخوان دین در مقابل فرهنگ قرار بدن، در مقابل خوشیای یک جامعه قرار بدن، در مقابل صلح قرار بدن، در مقابل پیشرفت قرار بدن، بزرگترین دشمنی را خودشان با دین میکنن. دیگه طبیعتاً به او خاطر اینا باید اول خودشان بر پایی امو دین را که میخواین طرفدارش خود وانمود بکنن باید محکوم شوند به خاطر از اینکه از دین اتو یک چیره را میتن. این مسئله فرهنگ است، مسئله نیاکان است، مسئله میراث هاست، مسئله یک دستاورد است که نسل های گوناگون نیره بر ما آورده، ما نمیتونیم میره کنار بگذاریم. هر دین اگر میخواهد بقا داشته باشه باید با پیشرفت، با فرهنگ، با خوشی، با زندگی، با سرزندگی، با نوآوری، با ابتکار باید آشتی کنه، در غیر از او بقای خود در خطر مندازه. دوستان عزیز خدا کنه که خسته نشده باشین و تا این لحظه که ما رو تحمل کردین از شما تشکر میکنم. دیگه کم ما و کرم شما، باز هم هستیم با شما و اگر استاد اجازه بدن میریم به خانه یکی از غزل سراهای خوب کشور ما، عفیز جان منصور بخش، که هم ادیب است و هم آوازخوان است و هم دوست بسیار خوب ماست و هم خانمش بسیار دوست داره. به این خاطر من قلبا بسیار دوستش دارم چون خواهر خوانده مرا بسیار دوست داره. نزیفا جان گل، این خواهر خوانده تو بهتر است 20 سال اند است که در پولی برادرت نم تو عاشقانه و رفیقانه و صمیمانه زندگی میکنه. ببینیم که با خودت و با دوستان چی گفتنی داره. شب شور و ترانه است، شب عشق است، ببینیم که همسر ما چی میگه. نصفه جان گل سلام. من به نوبه خود شب یلدا را به تمام آنان که این شب جشن میگیرم مبارکی میگم. صحت و سلامتی برشان آرزو دارم. دوستان عزیز، این شب خو شب پیروزی خورشید نور بر تاریکی و ظلمت است. از او جایی که از سالهای دراز این جشن همیشه آنهایی که عقیده بر عجی دارم که این شب شب دراز از تاریکی و ظلمت است، ولی که فردایش دیگه روشنی سرش حاکم میشه و میره به طرف پیروزی خورشید جشن میگیرن.
شب یلدایتون مبارک دوستای عزیز. ریشب همیشه وقت شب سحر کردن است، با هم دوستا کنار هم جمع میشن و این شب با پایکوبی و موسیقی و رقص و خواندن و شیر خوانی البته فال حافظه میبینم سحر میکنم. ما هم همونطور که میبینین دیوان از لسان الغیب حافظ شیرازی به دنبیر خود دارم. بیاییم که ما هم یک فال با هم بگیریم و یک دوسته باید شما براتون بخونم و باز از او یک توفیق و تایی الگایی دارم اون را براتون تقدیم بکنم. بیاییم که با هم یک نیت بکنیم و یک از شیرهای حضرت حافظه بخونیم. ببینیم که لسان الغیب چطور از حال احوال ما شما با خبر است. ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی، ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی، وانگه برو که رستی از نیستی و هستی. گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو، گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو، هر قبله که بینی بهتر ز خود پرستی. به اینکه مقطعش بخونیم چون وقت تانه نمیخوایم بگیرم. در مقطع حضرت حافظ شیرازی میفرماید که صوفی پیاله پیما حافظ قراب و پرهیز، صوفی پیاله پیما حافظ قراب و پرهیز، ای کوته آستینان تا کی دراز دستی. وا حافظ بزرگ چه خوب زیبا. بیاییم که این فال حضرت حافظ و فال نیک بگیریم و با زمزمه از این آهنگ یلدایی این جشن با خوبی و با خوشی سحر کنیم و پیروزی و خوشی در همه ما شما شاید باشیم. شب یلدا و من میلاد خورشید، نشان آریایی همچنان این. شب یلدا شب عشق و شب شور و ترانه، شب شور و ترانه، شب گل خنده و گل نغمه های عاشقانه. شب حافظ شب نی، شب حافظ شب نی، شب جام و شب می، شب چشتی که مستان سراغاز زمستان. شب بزم و ترانه سرود عاشقانه، بیاری به بهانه انار و هندوانه. عزیزان و رفیقان بگوید و بخندید، در غم را ببنده، در غم را ببنده، همه با ساز و آواز، همه با ساز و آواز، بخوانید و برقصید، همه با ساز و آواز، همه با ساز و آواز، بخوانید و برقصید، بخوانید و برقصید، بخوانید و برقصید، بخوانید و درسته. یلدایتان خجسته و میمون باد دوستای نهایت عزیز. تشکر میکنم زهره جان عزیز از خودت، از حفیظ جان عزیز و از پارچه آهنگ کوتاهی که به ما هدیه کردین. خوب استاد عزیز چرت میزنین چی خبره؟ داشته میزی جالب است و مرا که تعجب داشته انار ظاهرن انار است، ولی فکر میکنم که چی باید باشه؟ تربوز یا این دوانه ساخ باید باشه؟ خیر از استاد نکنه او را چشمتان سرش گیر کرده. آه بسیار جالب است، بسیار کلام است ایناس و هندوانه، اینجا هندوانه هم وجود داره. جالب است که شما هندوانه میگین در هرات، یعنی در غرب افغانستان تقریبا، نیم در ایران هم هندوانه میگن و جالب است که پشتونای هم باز تربوز هندوانه میگن.
یعنی چیز، ولی در کابل و شمال افغانستان باز هندوان نمیگن، تربوز میگن. خب چرا تربوز میگن استاد؟ خود در این اگه متوجه باشین در هندوانه و تربوز و در آلمانی وسر ملونه و در انگلیسی واتر ملونه اینا تمامش آب است اینجا. بله. تا جایی که من میفهمم امی هندو هم به معنای آب است، هندوستان یعنی سرزمین آب، چون که اگه متوجه باشین سه طرف هندوستان آب است، همیشه باران خیز است و در این حال گنگا و جمنا دو تا دریای بسیار بزرگ جریان داره که همیشه آب است. و هندوانم چون گفتم که در زبانهای اروپایی هم اینه وسر ملونه یعنی آب و واتر ملونه، و در فارسی که در کابل و در شمال افغانستان هم هست در اوجان تربوز است، کلمه تربوز. و یک چیز که یاد نره که حتی می هندوکش هم سلسله کوی هندوکش هم بعضی ها اشتباه فکر میکنن جای کشتارگاه هندوانی برعکس این به معنای آبشارگاه هست، یعنی چون که اگر متوجه باشین از سلسله کوی هندوکش بیشتر دریاها سرچشمه میگیره، یعنی رودخانه ها و دریاهای مثلا از کنر گرفته و کوکچه و هلمند و دریای کابل و پنشیر و غوربند و حتی دریاهایی که در غرب افغانستان جاریست تمامش از هندوکش، یعنی آبشارگاه ها منامیتر به معنای کشتن هندوها نیست. در حقیقت امشب ما یک گنج از معلومات با خود دارم و با واقعیت که من همی چیزایی که استاد گفتن کمتر معلومات داشتم و یگان تا را هیچ معلومات نداشتم. خیلی تشکر میکنم استاد از معلومات خوب شما و امیدوارم که بیننده ها هم لذت برده باشن. از او جایی که شب یلدا شباعت بسیار نزدیک با ایران داره، میریم میبینیم که امشب شب یلدا در ایران چیگونه تجلیل میشه. چطور استاد؟ خوب است. بسیار عالیست. آقای جامی، امشب در ایران ما یک مهمانی داریم که در این شب تولد شده و ببینیم که چیگونه تولد خود تجلیل میکنه و چیگونه شب یلدا را تجلیل میکنه. ما را با یلدا جان وصل کنین. میلاد مبارکت عنایت باشد، گلهای چمن نثار پایت باشد. یلدا جان عزیز، سلام بر خودت، سلام بر خانوادت، شب یلدا بر تو مبارک و تولدت بر تو و مادر پدرت مبارک. گه بزن چی توفه داری بر ما؟ سلام نظیفه جان، شب یلدا رو به شما و همه کسایی که دارن بر تماشا میکنن تبریک میگم. انشالله که شب خوبی رو بگذرونید، اون یک دقیقه بیشتر بر شما خیلی شاد و خوب باشه. شب یلدا همیشه برای من خیلی خاص‌تر بوده، چون هم اسم یلداست هم شب سالگرد تولد منه. از بچگی فکر میکردم که این شب همه دارن به خاطر من جشن میگیرن چون تولد من است، ولی بزرگتر که شدم دیدم این شبیه که یک شب آریاییه که چند صد سال داره جشن گرفته میشه و تقریبا همه فارسی زبان ها این شب رو میدونن و تجلیل میکنن. تشکر از اینکه من رو برنامه خود دعوت کردین. آرزوی سلامتی برای همه دارم.
به به یلدا جان، چقدر زیبا پیانو نواختی و ما را بردی به کشور ایران و چقدر سفره زیبا و رنگین تو انداختی که من احساس کمی کردم. سفره خودت بسیار از میز من مقبول تر بود. یک دنیا سپاس از خودت نازنین. یلدایتان شیرین. دوستای عزیز، یکی از شعرهای خوب ما که من بسیار برشان احترام دارم پارچه شعری به من روان کردن که من برای خود اجازه نمیدم، چون استاد در کنار من هستند که بسیار رفیق خوبشان هم هستند و مطمئن هستم که از من زیباتر دکلمه میکنن. از استاد خواهش میکنم که شعر حفیظ جان آرش آزیش شعرشان دکلمه کنین. تشکر از شما و خوب شد که بازم یک ذکر از رفیق ارجمندم، شاعر بسیار خوب افغانستان، آرشیان حفیظ جان آرش آزیش شد. متاسفانه که من ذهن من ایمیل آفیسیم کار نمی کند که نام مجموعه شعری شو بگیرم. چند مجموعه شعر از انتشار پیدا کرده به حساب چی هم ولایتی شماست ولی او شاعر است که در ولایت و کشور و قاره نمی گنجه و یک شاعر باروهی جهانی است. من این شعرشانه که عمل شما لطف کردین دکلمه میکنم. امیدوارستم که اشتباه نکنم و همیجه که متوجه شدم یک لغت هم من تازه یاد میگیرم، اگر اشتباه خوانده باشم دیگه باز مرا ببخشید. مثل که یک تبصره بر شما نوشته کردن که این شعر از دلبستگی به محیط زیست، به خاطر دلبستگی به محیط زیست سروده شده. نام شعر است دریای دیروز دنیای دیروز. رقص خوش ستاره بحری بر گرد صخره مرجان، خلسه درون جنگل جلبک ها، مارش عظیم و منسجم خیل ماهیان، سمفونی سکوت هزاران رنگ، رنگ خوش هزار رسته گیاه و گل، شادی بی صدای پلانکتون بر سد، خواب کبود سنگ در اعماق. یادت بخیر پاکی دریاها، یادت بخیر هستی بی قوغا، یادت بخیر زندگی خوب، یادت بخیر هستی بی آشوب، یادت بخیر خاک نیالوده، یادت بخیر هستی آسوده، یادت بخیر عشق. یک دنیا سپاس از شما. تشکر میکنم از آقای آرش و شعر زیبایشان. با واقعیت که ما دیروز با هم شناخت و معرفت پیدا کردیم در یک پیام کوتاه و متوجه شدم که آقای آرش از هرات جان هستن و یک کم و بیش خاطرات گذشته را با هم قصه کردیم. یک شناخت خانوادگی بود. به هر صورت امروز اونا لطف کردن و حفیظ جان آرش آزیش ای پارچه شعر برای من هدیه کردن که من قلبا از ایشان سپاسگزارم. ببینیم که این شب یلدا ما را به کیها وصل کرد و ما با شما دوستا و با خانواده های شما همشو هستیم و شما ما را شناختیم و ما هم از طریق این صفحه کوچک شما را شناختیم. یک دنیا از شما سپاسگزار هستم. باز هم با ما باشین در لابلای برنامه. محتویات خوبی را برای شما داریم که امیدوارم مورد پسند شما قبول بشه. دوستای عزیز، استاد از ما خداحافظی گرفتن و رفتن و با خود یک مهمان نازنین و چوچه داریم. دنیا جان عضو کوچک انجمن فرهنگی ماست که همیشه در تئاترای انجمن موفقانه می درخشه و همکنون آمده تا شب یلدای ما را رنگین کنه و
سال روز چایخانه نقل و نبات یا چایخانه خود تجلیل بکنه. تا که ما خواسته باشیم چایخانه نقل و نبات تجلیل کنیم، باز هم میریم سراغ یکی از دوستای خود و لایف میشیم با دکتر صاحب حسینی، دکتری که همیشه در هرات میگفت هر چی میخوری بخور، فیس دکتر نخور. و امروز او دکتر شوخ ما در کشور شاهی آلند زندگی میکنه و معاون یک اتحادیه فرهنگی است. ببینیم که آقای حسینی چی تحفه داره. سلام آقای حسینی، شب یلدای شما مبارک و چی تحفه دارین امشب برای ما؟ میخوایم به مولجه هراتی از شما بشنوم. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، امیدوارم شب یلدای خوبی داشته باشین و عمر شما از شب یلدا درازتر باشه. بنده جمیل حسینی دو بیتی سویچه به سبک هراتی دارم خدمت شما و بینندگان عزیز شما تقدیم میدارم، امیدوارم مورد پسند شما قرار گیره. شب یلدا بگیرم این دوانه، به خانه نازنینم تو ترانه، کرونا آمده جانم تو بشنه، دیگر بیرون مشه ورگیز خانه، ای جانم امو. قربان تک تک شما. تشکر از آقای حسینی عزیز و پیام زیبایشان. هنوز هم امو شوخی ها سرشان مانده. حال میریم به شهر زیبای لوبیک و با خود یکی از حقوقدانای موفق داریم که سعید رامیز پاینده، یکی از جوانایی است که خانوادگی ای فامیل روی مجلات آلمان چندین بار دستاوردهای خوب از اینا چاپ شده و این خانواده در شهر لوبیک از بلندترین نمرات پوهنتون و مکتب گرفتن و فامیل استند که واقعا سبب افتخار برای تمام هموطنای ما در آلمان هستند. و ببینیم که سید رامز جان چی پیام داره. ناگفته نباید بگذارم که این فامیل بسیار زیاد در قسمت فامیلای بی‌بزاحت به هرات کمک میکنن و یک مکتبی را خانواده پاینده در شهر هرات ساختن به نام مکتب فوزیه شهید که بسیار زیاد نام این خانواده در معارف به نیکی یاد شد، چون مکتبشان مکتب بسیار زیبا و قشنگ و با امکانات است که من به صفت یک عضو شهر هرات صمیمانه از این دوستا تشکر میکنم. دور از کاروان سحر زینجا، شمع بباید این شب یلدا را. سلام و عرض خسنوشی خدمت تمام هموطنان عزیز و نظیفه جان عرض می‌دارم. امیدوارم در هر کجای این پهنای خاکی که هستین از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشین و دور از این آفتهای کنونی، به خصوص دور از گزند کرونا باشین. طولانی ترین شب سال، شب یلدا را به همه شما گرامیان تبریک عرض می دارم و امیدوار هستم که این شب زیبا را با زیبایی هرچه تمامتر در کنار خانواده های عزیز خود با مهر و محبت به تجلیل بنشینید. امیدوار هستم که در این شبهای سرد زمستان با یک دیگر مهربانتر باشین و همچنان هموطنان بی بضاعت یا کم بضاعت خود را از مهربانی های مالیتان فراموش نکنید. به امید و آرامش سراسری در کشور عزیز ما افغانستان، روزها و شبهای خوش برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. تشکر از آقای پاینده و پیام زیبایی از اونا. خدا کنه شما دوستای عزیز خسته نشده باشین. چند روز پیش، طوری که بعضی از شما دوستا خبر دارین، ما سنبول انجمن خود، یعنی همی بوتل که ما ساختیم و و داخل از یک درخت است و لوگوی انجمن ما سر این بوتل آمده، ما در رابطه به این لوگو یک سوال را به صفحه فیسبوک مانده بودیم که خوشبختانه
جوابای زیادی از هموطنهای خود شنیدیم و جوابا کاملا قناعت بخش بود، اما ما نمیخواستیم که تنها در رابطه با سمبول و لوگو صحبت شده، بلکه خواستیم که یک سرگرمی ذهنی برای جوانا داشته باشیم. خوشبختانه کسی جواب قناعت بخش برای ما داد که از شهر زیبای ننگرهار است و برنده جایزه تشریع سنبول انجمن ما شد. البته که یک جواب قانع کننده از یک جوان از فرانکفورت داریم که بعداً باز در برنامه بعدی که ما کدام سوال ذهنی دیگر به صفحه انجمن خود بگذاریم حتما اونا را با خود داریم و شاید که خود از اونایی برنامه را پیش ببرن. تنویر احمد جان سلام بر خودت، شب یلدایت مبارک. سلام خانم صدیقی، امیدوارم خوب و صحتمند باشید. تشکر، شب یلدا به شما و تمام عزیزان مبارک باد. آرزو دارم یه شب پر از خوشی داشته باشید. واقعا بسیار زیاد خوش هستم که برنده جایزه استانبول انجمن برنامه زیبا و مفیدتان شدم. با وجود این همه شرایط ناهموار نابسامانی که داریم، واقعا انجمن شما زمینه برای رشد و انکشاف دهی ذهنی و فکری جوانان ایجاد و یک تغییر مثبت می آورد. با امیدوار هستم تشویق و انگیزه دهیتان برای ما جوانان ادامه پیدا بکند. با آرزوی موفقیت های بیشتر. سپاس و تشکر میکنم از تنویر احمد جان عزیز. آقای جامی ما را وصل کنین با آقای آشیمی، عضو فعال ریاست معارف و همکار خوب انجمن ما. آقای آشیمی سلام بر شما، شب یلدای شما مبارک. چی تحفه دارین به برنامه؟ سلام نظیف جان، خوبیم؟ شب یلدار خدمت شما دوستا و عزیزایی که لایف دنبال میکنن تبریک میگم. تشکری میکنم که از طریق لایف سر به ولایت ایران زدیم و خبری از ما گرفتیم. چون فرصت معایی میخوایم سال روز چایخانه نقل نبات رم خدمت شما و تمام عیزا تبریک بگم. بله ما بیداریم، پروگرام زیبای شما رو دنبال میکنیم و اگر اجازه شما باشه به عوض تحفه یک آرزو داشته باشم. آرزوی می است که در کشور عزیز خو افغانستان شاید صلح و آرامش و امنیت باشیم تا دیگر هیچ یک از عزیزا و هموطنان ما مجبور به ترک کشور نباشن و روزی برسه تا همچون شبهای یا همچون مناسبتهایی را در کشور خود جمع بشیم و دوره هم و همچون شبها را تجلیل کنیم. مجدد تشکری میکنم انزی که خبری از ما گرفتیم و امیدوارم که لباس عافیت به تن داشته باشیم. وقت همه شما بخیر، خدا نگهدار شما. تشکر میکنم از آقای آشیمی عزیز که همیشه با ما یار و همکار هستن، سپاسگزارم از ایشان. پیامی داریم از یک خانم جوان و موفق که قبلا در افغانستان هم فعالیت‌های خوبی داشت، خانم جینا محمدی، و حال که در آلمان آمده با مدت 5 سال دستاوردهای بسیار خوبی در عرصه آرایشگری داره. پیام جینا جان میبینیم. سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید و شب یلدا را از صمیم قلب برای یک و یک از شما عزیزهای دل تبریک و تهنیه درس میکنم. امیدوار هستم که از گزند روزگار در امان باشید و خصوص از مریضی کرونا تا شب یلدای خوبی را در کنار فامیل های محترمتان داشته باشید. شب یلدایتان مبارک. سپاس و تشکر میکنم از خانم جینا محمدی. و حال آقای جامی ما را وصل کنین با آقای ریاض، عضو فعال انجمن فرهنگی ما. سلام زینت جان ریاض و سلام آقای ریاض، شب یلدای شما مبارک. تشکر نصیب جان عزیز، برای خودت، برای خانواده محترمت، برای تمام اعضای محترم انجمن فرهنگی افغان در عمومی فرانکفورت که به من امروز افتخار بخشیدن که به نامشون برای تمام افغانهای عزیز در سر تا سر جان هر جا که هستن، به خصوص ملت عزیز و شریف ما که در داخل افغانستان زندگی میکنن، این جشن باستانی یلدا، شب تولد خورشید و روشنایی و امید را به همه تبریک بگم.
و از خدای پاک برای تمام ملت عزیز خود، برای تمام دوستان و عزیزان یک سال پر از خوشی، سلامتی، صلح و آرامش آرزو میکنم. تشکر از شما جناب استاد. ما هم همچنین به شما سال 2021 یک سال پر از امید و آرزو و مملو از سعادتمندی تقاضا داریم. میریم سراغ زینه جان عزیز. زینه جان عزیز، گپ بزنین چی تحفه دارین و من میخوایم که تحفه شما در این شب زیبا یک خاطره باشه. ممکن است؟ بله جلوی نظیف جان گل، سلام خدمت شما و همه عزیزانی که ما را از طریق برنامه های اجتماعی شما میبینن تقدیم میکنم و این جشن بزرگ فرهنگی باستانی یلدار به همه شما تبریک میگم. امیدوارم که ملت عزیز ما در سال اهمیت به سلامتی دور از کرونا زندگی خوش و آرامی داشته باشند و این جشن باستانی را اونا هم تجلیل کنند. خب نظیف جان گل، من راجع به یلدات امشب چیزی نمیگم، چون قسمی که از تلفن هایی که شما کردین و عزیزات اعتماس شدین همه معلومات دادن و همه راجع به یلدات سخنان گفتن و این قسمی که شما میگفتین از خاطراتی که من به این مدت سه یا چهار یا دو دفعه که ما با شما به مراسمی که شما این محفل ها برقرار کرده بودیم و تجلیل از شب یلدا کردیم، واقعا خاطرات خیلی شیرین فراموش نشدنی داشتم و در اون محفل ها می دیدم که مردم با چه شور و شبی، با چه حلحله، با شوق و صفا و محبت دور هم جمع شده بودم و خصوص جوانان ما که پناهنده بودم و از فامیل ها جدا بودم، نوجوانانی بودم که از فرهنگ باستانی ما بیخبر بودم و در آن شب عزیزانی که راجع به این شب معلومات را کردن و آنها لذت بردن و معلومات گرفتن و با شور شو هلهله شب تجلیل میکردن. خیلی خاطرات نا فراموش نشدنی بود. ولی امسال برعکس می دیدم که شما در آن شبها یا در آن وقت همیشه میکروفون می گرفتین، می گفتین که عزیزان نظم مجلس ما رعایت کنین، آرام باشین و تلفن ها رو خاموش بسازین. ولی برعکس امشب با تلفن هایی که شما صحبت می کنین می گیم تلفن ها روشن کنین، عزیزان صحبت کنین، تنها نباشین، با هم باشین. خب یه هم از تأثیر کروناه، خداوند این مرض یا این میکروب از بین ببره که همه با آرامی، با صفا، با صلح باز هم شبهای یلداره تجلیل کنین و همه با صلح و امنیت زندگی کنین. و جای این داره که من از شما به لوی فرهنگ دوست و اجتماعی تشکر کنم که با تمام موانعی که سر راه شما هست باز هم آرام نشستیم و خواستیم از طریق اینترنت یا از طریق تلفن به هر صورت با عزیزان در تماس شدیم و این جشن باستانی به این طریق برای همه تمام خود تجلیل کردیم. خداوند شما را لایق نفس داشته باشه از بلیات زمینی و اسمانی و تشکر میکنم از شما و همکارای عزیز شما که در این زمینه زحمات زیادی کشیدین. چی زیبا گفت آقای سخا، گاهی به من برس که هی دیر میشود، این لحظه های عرضه و دل پیر میشود، حال غنیمت است بیا درد دل کنیم، فردا عزیز من به خدا دیر می شود، یک ساعت اختلاط و فقط یک پیاله چای، این زندگی ماست که تفسیر می شود، چایخانه یک افغانستان کوچک است، یک افغانستان صمیمی و
پر از دوستی. شما همکنون دومین سالگرد چایخانه نقل و نبات میبینین. سال روز چایخانه نقل و نبات برای تمام اعضای انجمن فرهنگی افغانها، برای دوستای خوب انجمن فرهنگی افغانها که همیشه با ما یار و همکار بودن، برای همکار عزیزم آقای جامی که همیشه برنامه های چایخانه نقل و نبات رنگین و رنگینتر ساختن، و برای تمام هموطنان مهاجر ما که کلبه چایخانه ما را با حضور خود گرم و صمیمی ساختن، از اوی ده شعرا و دانشمندایی که در برنامه چایخانه ما حضور داشتن، از عزیزایی که در بخش موسیقی فعال بودن، از سینماگرایی که در بخش تئاتر چایخانه درخشیدن، صمیمانه تشکر میکنم و سال روز چایخانه نقل و نبات برای همه عزیزا، به ویژه برای دنیای ما که برای اعضای انجمن فرهنگی افغانها با حضور خود دنیا را میاره، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم. آقای جامی لطف کنین آهنگ فاروق جان که زحمت کشیدن به تجلیل چایخانه ما پلی کنین. تشکر از همه شما عزیزا که تا این لحظه با ما بودین. باز هم بعد از برنامه رو به اشتراک بگذارین تا دیگه دوستای ما هم و هموطنای ما از این برنامه لذت ببرن. کم ما و کرم شما، امیدوارم که امشب ما تانسته باشیم کلبه های هموطنای خود که ما مطمئن هستم که همگی فروتنی دارن، و وقتی ما کلمه کلبه را استفاده میکنم اونا فکر کنن که ما همون نهایت سخاوت از اونا را بیان میکنم. کلبه های از اونا را ما تانسته باشیم رنگین و زیبا ساخته باشین به امید افغانستان آباد و آزاد. همه شما عزیزار به خداوند یکتا و بیامتا میسپارم.